برگزاری امتحان ارتقای دختران صنف دوازدهم در کشور. امروز دختران متعلم صنف دوازدهم در سراسر کشور با سپری نمودن امتحان 3 ساعته از مکتب فارغ شدند. وزارت معرف در مورد برگزاری این امتحان جزئیات به دست نمی دهند. اما برخی از آگاهان برگزاری این امتحان را امید برای ادامه تعلیم دختران می دانند. او اساسی هدف دی من دی تعلیم اغا تحصیل و تعلیم ده چه اغا جوهر دی عملیه ده اغا به اطلاس هستی نو فراغت چی ده اغا هدف دی تعلیم نده یعنی نه امتحان ده یو مرحله ده ده یو پیستلا یو ستیج ده یو میکانیزم ده اساسی هدف تعلیم ده که ده جلی مثلا دغسی پیستلا دی دولسم صرف خالی راسی و فارغ هستی و بالاخره دا فایده به وکړه چې پانتون ته په جوګه سي دا کال به نه ځای سوی ګویا دا د کور ناسته نو دا یې منفعت ده چې دا به لاړه سي لوړ زده کړو اما دا خله پاته کیږي بیا برخی از متعلمان دختر از صنف 7 تا 11 میگویند که آنها نیز خواهان روشن شدن سرنوشتشان هستند. امروز طبق گفته امارت اسلامی قرار شد که امتحان از مغز بشه و خوشبختانه یه اتفاق هم افتاد. امتحان امروز متشکل از 140 سوال بود که از تمام مضامین بود و در یک روز از ما امتحان گرفته شد. خیلی نکته مثبته بود چون در یک سالی که ما در او هیچ زحمت کشی نداشتیم، درس نخونده بودیم، بدون هیچ راهنما و معلمی تونستیم یک نکته و یک دستاورد خوبی داشته باشیم و او دستاوردی بود که ما از مکتب فارغ التحصیل شدیم. شفاف نبود و گذشته از تمام مسائل شیوهی که نمرات ما رسانیده میشد گفته میشد که شاید از سالهای گذشته یعنی تابع نمرات گذشته ما و بعضا گفته میشد تابع سوالاتی که در امتحان و آزمون امروز طرح شده بود. از احساسی که در همین عالم دارم گفته میتونم که من به تعداد کسی از دانش آموزانی که من میتونم بگم اونا رو میشناسم احساسی که با کلمات قابل قیاس نیه و در کلمات نمی گنجه. از امارت اسلامی این است که مکاتب را برای روی دختران بالاتر از صنف ششم باز کنید، چون آنها نونهالان اند که آرزوی بیشتر دارند و آنها را از حقوق بشریشان محروم نسازید. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که برای اینکه تسلسل تعلیمی از بین نرود نیاز است تا پیش از آغاز سال تعلیمی جدید سرنوشت این دختران هم معلوم شود. عزت نفس و اعتماد به نفس دختران بالاتر از صنف ششم الی صنف 11 خدشه‌دار و لطمه‌دار ساخته اعتماد به نفسشان پایین میاره، یک نوع یأس و ناامیدی را در بین از اونها ایجاد میکنه و همچنان پیامد بسیار زشت و ناگواری را در قبال جامعه افغانستان و زنان افغانستان داره، چون زن عقب مانده و بی سواد مساوی است با یک جامعه عقب مانده و بی سواد. در یک سال گذشته بارها وزارت معرف گفته که روی طرح بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم کار می کنند. اما این طرح با وجود که سال تعلیمی پایان یافت نهایی نشد.